داستان عشق در زمان کرونا رضا و مریم دو دانشجوی پزشکی بودند که در یک دانشگاه تهران تحصیل می کردند. آنها از سال اول دانشگاه با هم آشنا شده بودند و به زودی عاشق یکدیگر شدند. رضا و مریم هر دو خوشتیپ، باهوش، مهربان و فعال بودند و با هم خیلی سازگار بودند. آنها قصد داشتند که پس از فارغ التحصیلی ازدواج کنند و به رویای خود که پزشک شدن بود برسند. اما در سال 1399 وقتی کرونا وارد ایران شد و شرایط به شدت بحرانی شد، رضا و مریم مجبور شدند که به عنوان دانشجویان پزشکی به بیمارستان‌های مبتلا به کرونا رفته و به درمان بیماران کمک کنند. آنها با شجاعت و اخلاص به وظیفه‌شان عمل کردند و سعی کردند که حداکثر تلاش خود را برای نجات جان بیماران انجام دهند. اما در این میان آنها نتونستند که با هم ملاقات کنند، چرا که ترس از ابتلا به کرونا و منتقل کردن آن به یکدیگر آنها را محدود کرده بود. آنها فقط می توانستند با تلفن یا پیامک با هم ارتباط برقرار کنند و از حال هم جویا شوند. این شرایط سخت برای رضا و مریم خیلی دشوار بود. آنها خسته و نگران بودند و دلشان برای هم تنگ شده بود. آنها هر روز صبح به هم قول می دادند که حتما شب با هم صحبت کنند و هر روز شب به هم قول می دادند که حتما فردا صبح با هم صحبت کنند. آنها به هم عشق و اعتماد خود را تأکید می کردند و به هم امید می دهید که روزی این بحران پایان یابد و آنها دوباره با هم باشند. اما چنین نشد. یک روز، رضا که در بیمارستان شهید بهشتی مشغول به کار بود، احساس کرد که علائم کرونا را دارد. او سرفه می کرد، تب داشت، سینه‌اش درد می کرد و نفس می زد. او فوراً به بخش اورژانس رفت و آزمایش خود را گرفت. نتیجه آزمایش مثبت بود. رضا به کرونا مبتلا شده بود. او به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. او فقط یک تماس تلفنی با مریم داشت و به او خبر داد که به کرونا مبتلا شده است. مریم از شوک و ناراحتی گریه کرد و به رضا گفت که حتما خوب خواهد شد و از او خواست که ناامید نشود. رضا هم به مریم گفت که عاشقش است و به او قول داد که تلاش خود را برای بهبودی خواهد کرد. اما چنین نشد. رضا روز به روز بدتر شد و علائمش شدیدتر شد. او نتونست با مریم دیگر صحبت کند، چرا که در حالت بحرانی بود و تحت تنفس مصنوعی قرار گرفت. مریم هم نتونست با رضا صحبت کند، چرا که در بیمارستان دیگری مشغول به کار بود و اجازه نداشت که بخش مراقبت‌های ویژه را ترک کند. آنها فقط می‌توانستند با پزشکان و پرستاران همکار خود از حال هم جویا شوند، ولی خبر خوبی نمی‌شنیدند. این طور شد که رضا پس از دو هفته در بخش مراقبت‌های ویژه جان خود را از دست داد. پزشکان و پرستاران همه تلاش خود را برای نجات او کرده بودند، اما نتوانستند او را نجات دهند. رضا در سن 25 سالگی به عنوان یک قهرمان و شهید پزشکی درگذشت. خبر مرگ رضا به گوش مریم رسید و او از غم و اندوه فرو ریخت. او نمی‌توانست باور کند که عشق زندگی‌اش دیگر نیست. او نمی‌توانست باور کند که دیگر صدای رضا را نخواهد شنید. او نمی‌توانست باور کند که دیگر چشمان رضا را نخواهد دید. اما چنین شد. مریم با قصه و درد تصمیم گرفت که به حافظه رضا احترام بگذارد و تلاش خود را برای درمان بیماران ادامه دهد. او گفت که رضا هم همین را می‌خواست و او نباید به خاطر مرگ او تسلیم شود. مریم با قدرت و اراده به کار خود در بیمارستان پرداخت و سعی کرد که به هر بیماری که میتوانست کمک کند. او هر روز صبح و شب به خدا دعا میکرد و از او میخواست که رضا را در بهشت جای دهد و به خودش صبر و تاب دهد. اما چنین نشد. یک روز مریم که در بیمارستان شهید مفتح مشغول به کار بود، احساس کرد که علائم کرونا را دارد. او سرفه میکرد، تب داشت، سینه‌اش درد میکرد و نفس میزد. او فوراً به بخش اورژانس رفت و آزمایش خود را گرفت. نتیجه آزمایش مثبت بود. مریم به کرونا مبتلا شده بود. او به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. او فقط یک تماس تلفنی با پدر و مادر خود داشت و به آنها خبر داد که به کرونا مبتلا شده است. پدر و مادر مریم از شوک و ناراحتی گریه کردند و به مریم گفتند که حتماً خوب خواهد شد و از او خواستند که ناامید نشود. مریم هم به پدر و مادر خود گفت که عزیزشان است و به آنها قول داد که تلاش خود را برای بهبودی خواهد کرد.
اما چنین نشد. مریم روز به روز بدتر شد و علائمش شدیدتر شد. او نتونست با پدر و مادر خود دیگر صحبت کند، چرا که در حالت بحرانی بود و تحت تنفس مصنوعی قرار گرفت. پدر و مادر مریم هم نتونستند با مریم صحبت کنند، چرا که در شهر دیگری زندگی می کردند و اجازه نداشتند که بخش مراقبت‌های ویژه را ترک کنند. آنها فقط می توانستند با پزشکان و پرستاران همکار خود از حال مریم جویا شوند، ولی خبر خوبی نمی شنیدند. این طور شد که مریم پس از یک هفته در بخش مراقبت‌های ویژه جان خود را از دست داد. پزشکان و پرستاران همه تلاش خود را برای نجات او کرده بودند، اما نتوانستند او را نجات دهند. مریم در سن 24 سالگی به عنوان یک قهرمان و شهید پزشکی درگذشت. خبر مرگ مریم به گوش پدر و مادر او رسید و آنها از غم و اندوه فرو ریختند. آنها نمی توانستند باور کنند که دختر عزیزشان دیگر نیست. آنها نمی توانستند باور کنند که دیگر صدای مریم را نخواهند شنید. آنها نمی توانستند باور کنند که دیگر چشمان مریم را نخواهند دید. اما چنین شد. پدر و مادر مریم با قصه و درد تصمیم گرفتند که به حافظه مریم احترام بگذارند و به زندگی خود ادامه دهند. آنها گفتند که مریم هم همین را می‌خواست و او نباید به خاطر مرگ او تسلیم شوند. پدر و مادر مریم با قدرت و اراده به کار خود در شغل خود پرداختند و سعی کردند که به هر انسانی که می‌توانستند کمک کنند. آنها هر روز صبح و شب به خدا دعا می‌کردند و از او می‌خواستند که مریم و رضا را در بهشت جای دهد و به خودشون صبر و تاب دهد. این داستان عشق در زمان کرونا تمام شد. این داستان یک داستان تخیلی است و هر شباهت با واقعیت تصادفی است. این داستان برای نشان دادن عشق، قهرمانی، فداکاری و شجاعت دانشجویان پزشکی در بحران کرونا ساخته شده است. این داستان همچنین برای گرامی داشته حافظه همه آنهایی که در جبهه درمان با کرونا جان خود را فدا کردند ساخته شده است. من به همه آنها تحسین، تقدیر، تشکر و تسلیت عرض می کنم.